سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه اول شهریور ماه 23 ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. انتقاد رئیس کل سازمان نظام پزشکی از نحوه مقابله با کرونا. ظفرقندی میگوید مرگ روزانه 600 نفر نماد جمهوری اسلامی در مقابله با این بحران است. او تاکید کرد اگر در واکسیناسیون تأخیر نداشتیم شرایط تا این حد وخیم نمیشد. واکنش‌ها به انتشار تصاویر دوربین‌های امنیتی زندان اوین. کاربران در شبکه‌های اجتماعی انتشار این تصاویر را تایید نقض گسترده حقوق بشر در ایران می‌دانند. این تصاویر نشان دهنده شکنجه و آزار مستمر زندانیان است. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از یک گروه سایبری وابسته به سپاه پاسداران. رضا سالاروند مسئول این گروه سایبری است. هدف این گروه تهیه اطلاعات از کشتی‌های باری، پمپ بنزین‌ها و مراکز کنترل تبادلات دریایی در آمریکا و سایر نقاط جهان است. و بر اساس آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیش از 26 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به آمار رسمی وزارت بهداشت مبنی بر مرگ حدود 600 نفر در روز آن را نماد عملکرد جمهوری اسلامی در مقابله با این بحران دانست و گفت اگر در واکسیناسیون تأخیر نداشتیم شرایط این چنین نبود. محمد رضا ظفرقندی بار دیگر تاکید کرد بسیاری از مبتلایان بدون اخذ آزمایش فوت می‌کنند و در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند. او با انتقاد از اجرا نشدن پروتکل‌های تعیین شده هم گفت عزم ملی مدیریتی با کمک تمام نهادها نیاز بود اما عملیاتی نشد. همزمان با این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه از رایزنی با مقام‌های عراقی برای برگزاری راهپیمایی 40 خبر داد. سعید خطیب‌زاده گفته وزارت خارجه در تلاش است تا حتی به صورت محدود علاقمندان به امام سوم شیعیان در این راهپیمایی شرکت کنند. رئیس سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از درخواست دست کم 3000 پزشک برای مهاجرت در یک سال گذشته خبر داد. محمد رضا ظفرقندی گفت پزشکان برای مهاجرت نیاز به مدرکی دارند که نشان دهد آنها عضو سازمان نظام پزشکی هستند و سوء پیشینه ندارند. به گفته او درخواست برای این مدرک از سازمان نظام پزشکی در حال افزایش است و تنها در سال گذشته به بیش از 3000 مورد رسیده. ظفرقندی با اشاره به جان باختن دست کم 300 نفر از کادر درمان در طول 18 ماه همگیری کرونا از نحوه برخورد با پزشکان انتقاد کرد و گفت بهتر بود نه فقط در بحران کرونا که همیشه به علم و درمان و خدمات رسانی بها داده می شد. اما وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی و شمار مرگ ناشی از آن بیش از هر زمان دیگری است. بر اساس آمار رسمی و تنها در ماهی که گذشت نزدیک به 14000 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. در تازه ترین خبرها رضا فدایی مدیر مرکز بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان از توقف روند واکسیناسیون در این استان به دلیل نبود واکسن خبر داد. شاپور بدیعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت ابتلا و بستری در این شهر روند افزایشی دارد. مرتضی واعظ رئیس مرکز بهداشت شازند میگوید تعداد مبتلایانی که به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه میکنند 3 برابر شده. در اردبیل هم شهرام حبیب‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته ظرفیت اورژانس‌های مراکز درمانی اردبیل پر شده و کار سیستم درمان به شدت دچار مشکل شده است. سیاه‌ترین روز کرونا ایران در حالی رقم خورد که بر اساس آمار دولتی هر 2 دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهد. در همین حال مخالفان وزیر پیشنهادی بهداشت به جای پرسش از برنامه‌های او در مورد واکسیناسیون از دغدغه‌اش برای طب اسلامی و سنتی می‌پرسند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رهاب باوند. ادامه رکورد شکنی مرگ ناشی از کرونا. حداقل 684 شهروند مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته جان باختند. هر 2 دقیقه یک ایرانی. به گفته وزارت بهداشت، رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم به 39% کاهش یافته. گرچه برای حدود 1 هفته کشور تعطیل شد، اما تقارن این تعطیلی با محرم و برگزاری مراسم مملو از جمعیت نه تنها موجب کاهش نرخ سرایت نشده،
بلکه پیشبینی می شود طی هفته های آینده تعداد جانباختگان باز هم افزایش یابد. این روزا هیچی جز مرگ، عزا، ماتم، چیز دیگه نمی بینیم ما. این روزا جز خستگی، جز کار چند برابر، جز زحمت چندین برابر بچه ها ما چیز دیگه نداریم. واقعا بچه ها خسته شدن، واقعا بچه ها دیگه بریدن، واقعا دیگه توان تو جون بچه ها نیست. آقا مردم رعایت نمی کنن، به خدا خسته شدن. تعطیلات رو برای بچه ها لغو کردیم، مرخصی رو لغو کردیم، استراحت رو لغو کردیم. چند شیف بچه دارن کار میکنن. آقا راتور رو خدا رعایت کنید. انواع و اقسام متفاوت ما میبینیم اینجا، جوان، بچه، پیر. دیگه چجوری بهتون بگیم، هیچ توانی دیگه نداریم. مدیر عامل بهشت زهرای تهران هم این گونه عمق فاجعه کرونا را تشریح میکند. هرگز چنین روزهایی رو تجربه نکردیم، حتی در طول 8 سال دفاع مقدس. به هر حال تصور نمی‌کردیم که مثلا روزی ما مثلا متوفای شهر تهران و کرونایی به عدد مثلا نزدیک به 400 برسه. بهشت زهرای تهران بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 40% متوفای کرونایی کل ایران رو در حقیقت گردآوری کرد. پدر حاضر نمی‌شد دست به جنازه پسر بزنه، پسر به پدر دست بزنه، مادر به همسر. یعنی این قیامت، یعنی قیامت که چجوری میگن همه از هم حذر میکنن. ما روزهای بسیار سختی رو اینجا تحمل کردیم. جوان رفته، بچه کوچکش رفته. اون اوایل خب سن بالا بود اکثرا، ولی الان دیگه سن معنا و مفهومی نداره و از در هر رنج سنی میارن. دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، میگوید قبلا بیشتر آمار مرگ و میر به گروه سنی بالای 60 سال تعلق داشته، اما به دلیل واکسیناسیون میزان مرگ و میر در این گروه های سنی 50% کاهش یافته و مرگ در طیف سنی 30 تا 50 سال دو برابر شده. در این حال سرلشکر سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، با توصیف پوشش خبری بحران کرونا در ایران توسط رسانه‌ها به عملیات جنگ روانی بر بی‌اعتمادی به واکسن‌های خارجی پافشاری می‌کند. به گفته سلامی، غرب به دنبال جنگ بیولوژیک و آسیب رسانی واکسنی به ایرانیان است. به هر روی بدون اجرای واکسیناسیون همگانی در کمترین بازه زمانی، مرگ ناشی از کرونا با ضریب بالا ادامه خواهد داشت. رها باوند. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، رئیس سازمان نظام پزشکی آمار فوت بیش از 600 نفر در روز را نشانه عملکرد جمهوری اسلامی در بحران کرونا دانسته و همچنین از افزایش درخواست مهاجرت پزشکان به خارج از کشور نیز خبر داده. ارزیابی آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، رو در همین رابطه بشنویم. صحبت‌هایی که آقای دکتر ظفرقندی کرده صحبت‌های بسیار مهمی هست. البته خوشبختانه نظام پزشکی از معدود نهادهایی بود که در طول این 18 ماه انتقادهای بسیاری رو به نحوه عملکرد ستاد ملی کرونا و مجموعه حاکمیت داشت. نظام پزشکی رو در ستاد ملی کرونا عضویت بهش ندادن به خاطر اینکه هر طوری که دلشون میخواد بر مبنای اون دستوراتی که آقای خامنه‌ای میخواد اون رو اداره بکنه بتونن اجرایی بکنن. ببینید، واقعیت همینی هست که آقای دکتر ظفرقندی گفته. البته آنچه که ما امروز به عنوان مرگ و میر کرونا میبینیم فقط بخش کوچکی از عملکرد جمهوری اسلامی، شبیه به نوک قله یک کوه یخی هستش که در طول این 42 سال مردم ما رو به کام مرگ فرستاده و الان در جریان کرونا که سرعت بسیار بالایی داشته، مردم شاهد ناکارآمدی های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت آب، خاک، سرزمین و امروز در سلامت و جان ایرانیان هستند. خالی شدن سرمایه های انسانی در هر مملکت و خروج اونها باعث میشه که امکاناتی هم اگر در اون سرزمین وجود داره، این امکانات به نحو احسن از اونها استفاده نشه. خروج سالانه 3000 پزشک از کشور که برای تربیت هر کدوم از اونها به طور میانگین 1000 میلیارد تومان در واقع هزینه شده برای طول دوره پزشکیشون، نشون میده که فقط سالانه در زمینه پزشکی هزاران میلیارد تومان داره از سرمایه های این کشور از دست میره، در حالی که
که به تک تک این پزشکان در سراسر کشور نیاز هست. منتها چون ناکارآمدی جمهوری اسلامی مانع از این شده که از این سرمایه های انسانی به نحو احسن استفاده بشه، اونها دارن در واقع کشور رو ترک میکنن به امید اینکه بتونن آینده بهتری در واقع داشته باشن. جمهوری اسلامی فقط سرزمین ما رو به نابودی نکشونده، بلکه الان ما شاهد فرار مغزها و سرمایه هایی هستیم که البته اگر یک مدیریت صحیحی وجود داشت باید همه اونها امروز در نقاط مختلف کشور مشغول خدمت می بودن. توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو می شنیدید. بر اساس تصاویری که به ایران اینترنشنال ارسال شده، یک گروه هکری به نام عدالت علی در اقدامی اعتراضی با هک کردن دوربین‌های مداربسته زندان اوین تصاویری از داخل این زندان منتشر کردند. این تصاویر حاکی از آزار و شکنجه زندانیان است. گروه تپندگان که یک گروه فعال در فضای سایبری علیه جمهوری اسلامی است، خبر هک دوربین‌های زندان اوین را منتشر و هدف از افشای این تصاویر را ارائه شواهدی بی سابقه از نقض حقوق بشر در زندان اوین عنوان کرده است. گروه عدالت علی گفته به زودی مدارک زیادی از این زندان منتشر خواهد کرد. انتشار تصاویر آزار و شکنجه زندانیان اوین بازتاب زیادی هم در رسانه‌های اجتماعی داشته و کاربران با هشتگ عدالت علی و هشتگ زندان اوین به انتشار این تصاویر واکنش نشان دادند. کاربری به نام حقیقت تلخ در توییتی از گروه هکرهای عدالت علی خواسته تا فیلم‌های بیشتری را منتشر کنند. این کاربر نوشته حقوق بشر اسلامی و طالبانی و چهره مزدوران و شکنجه‌گران را نشان دهید. کاربری دیگر نوشته با این فیلم‌ها و تصاویر جمهوری اسلامی بیش از پیش بی‌آبرو شد. این کاربر آرزو کرده تا دادگاه‌های بین‌المللی به نقض حقوق زندانیان در ایران رسیدگی کنند. کاربر دیگری در توییتر نوشته از فردا تکذیب شروع می‌شود ولی دم این گروه‌های هکری گرم. امیدوارم اروپایی‌ها و بایدن هم با این فیلم‌ها چشم و گوششان باز شود. در ادامه از موسی برزین حقوقدان پرسیدیم با توجه به اینکه این ویدیو حاکی از شکنجه و آزار مستمر زندانیان است، آیا به لحاظ حقوقی انتشار آن تبعاتی برای زندان اوین و مسئولان آن خواهد داشت؟ خب بله، از دو جهت میتونه که عواقبی داشته باشه. یکی از جهت این که به هر حال سیستم زندان اوین هک شده و این نشون میده که به هر حال یک ضعف یا تقصیر و قصوری وجود داره. هرچند حالا این ضعف به نظر بنده به نفع حقوق بشر تمام شده. مسئله دیگه اینه که به هر حال ما اینجا شاهد هستیم که حداقل یک شخص زندانی روی زمین کشیده میشه و مورد آزار و اذیت قرار میگیره و جالب توجه این است که اگر دقت کنید اونجا 7-8 نفر رو نشون میده از کارکنان زندان و خیلی طبیعی و انگار که هیچ چیزی نشده و این مثل اینکه یک مسئله روزمره است، خیلی عادی دارن به کارشون ادامه میدن. بنابراین گرچه قبلا هم گزارش های زیادی منتشر شده بود از اصطلاح نقض حقوق محکومین در زندان ها، اما به هر حال این ویدیو هستش و گفته ها و گزارش های قبلی رو میشه گفت که به ضرس قاطع داره تایید میکنه. به همین جهت 100% قوه قضاییه، مسئولان سازمان زندان ها و مسئولان زندان اوین باید پاسخگو باشن. اون رفتاری که دارن با اون شخص اونجا انجام میدن یک نوع جرم هستش. در ادامه از حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر پرسیدیم آیا با استناد به این تصاویر میتوان نقض گسترده حقوق زندانیان در ایران را در مجامع بین المللی پیگیری کرد؟ خب میدونید که در ایران کمیته صلیب سرخ بین المللی وجود داره و خب این 141 ساله که سابقه داره. یکی از کارهای کمیته صلیب سرخ این هستش که از زندانها بازدید بکنه. در تمام این مدت در زمان شاه بازدیدی توسط این کمیته صورت گرفته، هیچگاه در زمان جمهوری اسلامی چنین اقدامی صورت نگرفته. گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان چند روز پیش صحبت از این کرد که به ایران میخواد بره و خب طبیعیه که یکی از خواستهای او دیدار از زندان ها هست، چنان که خب گالیندوپول یک بار از زندان دیدار کرد که البته خب برنامه تعیین شده ای برای او داشتن و خب از بخشی از بخشای زندان ها نتونست دیدار بکنه. هر جا که محکمه بین المللی
باشه در کنار اظهارات شاهدان و شواهدی که اونها میدن، این فیلم هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره و نشون بده که چگونه تطبیق میکنه گواهی شاهدان با اون چیزی که در جمهوری اسلامی هست. البته خب فیلم های قبلی هم بوده، مثل فیلم از همسر سعید امامی که حالا اون هم در واقع هست. مجموعه اینها میتونه اسناد قابل پیگرد باشه و امیدوارم که شرایط به صورتی باشه که هرچه زودتر کمیته های تحقیق بین المللی بتوانند از ایران و از جمله زندان های ایران دیدار بکنند. توضیحات حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر از وین رو میشنیدید. گروه هکری لب‌دوختگان که درباره فعالیت‌های سایبری سپاه پاسداران افشاگری می‌کند، از طریق سامانه سوت بزن ایران اینترنشنال هویت مسئول یک تیم سایبری سپاه پاسداران را افشا کرده است. این اسناد هویت رضا سالاروند به عنوان مسئول یک تیم هکری به نام تیم اطلاعاتی 13 را افشا می‌کند که زیرمجموعه گروه شهید کاوه و وابسته به فرماندهی سایبری سپاه پاسداران است. هدف این گروه تهیه بانک اطلاعاتی از کشتی‌های باری، پمپ بنزین‌ها و مراکز کنترل تبادلات دریایی در آمریکا و سایر نقاط جهان با هدف حمله سایبری است. رضا سالاروند مسئول این تیم هکری متولد سال 1369 است که در سال 96 با معدل 13 از دانشگاه آزاد تهران جنوب در رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات فارغ التحصیل شده است. در ادامه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم این گروه‌های سایبری چطور و توسط چه کسانی یا با چه هدفی سازماندهی می‌شوند و چرا افرادی چون روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی هم هدف حمله این گروه‌ها هستند. بله، ببینید، البته فرماندهان سپاه پاسداران ادعا می‌کنند که ایران چهارمین قدرت سایبری دنیاست. من شک دارم که چهارمین باشه. منتها در برای این اختلاف نظر وجود نداره که هر چه از ایران یکی از بزرگترین قدرت‌های سایبری امروز دنیاست. حتما جزء 10 کشور اول. ریشش برمیگرده به اولا سرمایه بسیار عظیمی که جمهوری اسلامی توی این حوزه گذاشته، دوما تعدد و امکانات بسیار وسیع. میدونید چندین گروه وجود داره. درسته که ما یه عبارتی مثل ارتش سایبری میشناسیم، منتها تمام دستگاه های اطلاعاتی ایران، دستگاه های نظامی ایران به اضافه یک دو جین مؤسسات مثلا خصوصی وابسته به نهادهای نظامی، اینا همشون در حال در واقع مجموعه فعالیتایی هستن که اسمشون میذاریم فعالیت‌های سایبری. جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل البته یک جنگ بسیار قدیمی است. شاید اولین باری که به صورت رسمی اسمش شنیدیم سال 2010 بود بعد از استاکسنت. منتها یه جنگی است که مدام فزاینده بوده و هر روز هم گسترش پیدا کرده. موقعی که آقای فخری‌زاده ترور شد، ناگهان چشمای ما باز شد به اینکه ویدیوی 7 سال قبل از اون در یوتیوب منتشر شده بود، یک آدم ناشناس، یک گروه ناشناس، تمام ابعاد زندگی خصوصی و محرمانه آقای فخری‌زاده، اسم پسراش، اسم دوست دخترهای پسراش، سبک زندگیشون رو منتشر کرده بود. موقعی که آقای فخری‌زاده ترور شد و ما تازه اسم پسراش رو فهمیدیم، زندگیش رو فهمیدیم، ویلای آبسرد رو فهمیدیم، تازه متوجه شدیم اون ویدیو درست بوده. میخوام بگم یه عالمه سیگنال هم پشت پرده در جریان هست. در مجموع اگر بخواید تصویر به صورت کلی ببینید، الان ایران یک ارتش سایبری عظیم داره با میلیاردها دلار هزینه. عربستان و اعراب، اسرائیل و منافع اسرائیل، آمریکا و منافع غرب رو حمله قرار میده با اهداف مختلف. اونها هم بعضی وقتا واکنش نشون میدن. منتها ریشه فعالیت‌های سایبری ایران برعکس فعالیت‌های سایبری اغلب کشورها بیشتر ریشه‌اش ایدئولوژیک و نظامی است با هدف پوشش دادن به خلاهای نظامی ایران. ببین اینو من به شما بگم که هم الان مثلا ایران و اسرائیل به عنوان دو قطب اصلی این جنگ سایبری، هر دوشون به طیف بزرگی از حملات هدف در واقع حمله کردن، اهداف حمله کردن. منتها ما تا الان گزارشی رو نداریم از اینکه دستگاه اطلاعاتی غربی یا جاهای ناشناخته به روزنامه‌نگاران، حتی روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی حمله کرده باشن. تمامی گزارش‌هایی که از این دست ما داریم، در واقع هک کردن، حمله، تهدید سایبری به اهداف سیویل، اهداف مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان زنان، اینا همش برمیگرده به سپاه پاسداران یا دستگاه اطلاعاتی وزارت اطلاعات ایران. طیف فعالیت جمهوری اسلامی خیلی متنوع، اهدافش هم متنوع. مثلا سال 2017 موقعی که حمله سایبری خیلی بزرگ به پارلمان انگلیس انجام شد، کارشناسان بریتانیا اومدن گفتن دلیل این حمله این بوده که سپاه پاسداران می‌خواسته در برجام خلل ایجاد کنه. سال 2015 موقعی که اون قطع برق 12 ساعته در ترکیه ایجاد شد، حدود 44 استان از 81 استان ترکیه برقشون چندین ساعت قطع بود، کارشناسان معتقد بودن
جزئی از پروژه اعمال نفوذ ایران در واقع ترکیه و قدرت نمایی ایران مقابل ارتش ترکیه است. میخوام بگم اهداف متفاوته. هدف جمهوری اسلامی از حمله به روزنامه نگاران در یک کلام مرعوب سازی اونها و ساکت کردن فضای رسانه‌ای است. توی این زمینه هدف نظامی ندارن، خوبم میدونن که اینها عوامل کشور غربی نیستن، بلکه صرفا هدفشون ساکت کردن و خفه کردن فضای مجازی و فعالان رسانه. توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. با توجه به اینکه به نظر میرسد جنگ‌های سایبری نیز به شیوه جنگ‌های کلاسیک اضافه شده، ارزیابی حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک رو در رابطه با جنگ‌های سایبری جویا شدیم. جمهوری اسلامی از سال 2007 و بعد 2010 که اون بدافزار استاکس نت وارد سامانه نرم افزاری تاسیسات اتمی نتنز شد، این عملیات سایبری خودش حملاتش رو و اقداماتش رو افزایش داده. ولی مشخصا از سال 2019 که حملات آرامکو انجام شد، به موازات اون حملات سایبری اقدامات نظامی رو انجام داده و عملا وارد جنگ استراتژی جنگ منطقه خاکستری شده. استراتژی جنگ منطقه خاکستری یعنی انجام سلسله اقدامات سایبری و نظامی بدون اینکه شرایط بره به سمت جنگ تمام عیار نظامی و شرایط به سمت صلح هم نره، یعنی فقط در یک فضای خاکستری با هم دیگه جنگ میکنن. خود این استراتژی جنگ منطقه خاکستری که جمهوری اسلامی داره انجام میده، این زیر مجموعه جنگ های هیبریدی یا ترکیبی هست و خودش اینا سلسله مراتب داره و خودش مرحله مختلف داره، مثل جنگ های روانی و روحی هست، حملات سایبری هست که خودم همونطور که اشاره کردم و استفاده از نیروهای پروکسی و نیروهای و همینطور حملات موشکی و پهپادی. بنابراین در تمام این در واقع بخوایم به طور کلی نگاه بکنیم، در واقع جمهوری اسلامی در واقع جنگی رو علیه اسرائیل و آمریکا مشخصا در راستای همون جنگ هیبریدی یا همون ترکیبی داره پیگیری میکنه و اینها هم بخشی از همون استراتژی هست. توضیحات حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر از ایران. سعید دهخان وکیل وحید افکاری از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 38 دیوان عالی کشور خبر داد. دهخان این اقدام را بدون رعایت ماده 211 قانون مجازات اسلامی توصیف کرد و 25 سال حبس فقط با استناد به علم قاضی را باعث تعجب خواند. وحید افکاری برادر نوید افکاری است که در شهریور ماه گذشته به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی اعدام شد. پیشتر سازمان عفو بین الملل در گزارشی از شرایط غیر انسانی نگهداری وحید و حبیب افکاری در زندان و شکنجه آنها خبر داده بود. رویا حکاکیان روزنامه نگار ساکن آمریکا میگوید 2 سال پیش پلیس فدرال آمریکا FBI به او اطلاع داده یکی از اهداف ترور به دست عوامل جمهوری اسلامی بوده است. حکاکیان در یادداشتی که در نیویورک ریویو به چاپ رسید نوشته چنین تهدیدهایی نشان دهنده آن است حتی در حومه شهری در آمریکا منتقدان رژیم از گزند قاتلان اجیر شده ی جمهوری اسلامی در امان نیستند. جمهوری اسلامی ایران پس از 22 ماه از بازداشت حمید نوری به این موضوع واکنش نشان داد و سخنگوی وزارت خارجه ایران از حقوق اولیه نوری گفت. امروز ششمین روز این دادگاه است. از 5 روز گذشته 4 روز به قرائت کیفرخواست دادستان اختصاص داشت که به دفعات حمید نوری را متهم به قتل و شکنجه کرد. در روز 5 وکلای متهم و شاکیان هر کدام دفاعیات خود را ایراد کردند. وکیل متهم مدعی شده حمید نوری در زمان اعدام‌ها در مرخصی به سر می‌برده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روند دادرسی حمید نوری در سوئد را مخدوش دانست و اسناد و شواهد ارائه شده در دادگاه را طراحی شده خواند. آنچه که در سوئد در جریان هست یک طراحی توسط گروهک منافقین بوده. متاسفانه دادگاه سوئد به یک سری داستانسازی ها، یک سری مستندسازی های دروغین و شاهدسازی های دروغین همه از یک گروهک، یعنی هم مبنای این آنچه که در سوئد داره اتفاق میفته، هم شاهدهایی که جمع آوری شده، هم برخی اسناد مخدوش که به عنوان سند ارائه کردند که واقعا همه از یک گروهک، خودش نشون میده که چه طراحی پشت این هست. خون بیش از 17,000 ایرانی بر دستان این گروهک تروریستی هست. جای تأسف داره که دادگاهی در سوئد بر اساس چنین طراحی
در حال این برگزاری است. ما قطعا این روند رو مخدوش میدونیم. آنچه هم که در خصوص ایشون آقای نورید اتفاق افتاده متاسفانه بسیار بسیار مورد اعتراض ما بوده، هم سفیر ما در محل اعتراض کردن، هم اینجا اعتراض ها صورت گرفته. طبیعی هستش که حقوق اولیه هر زندانی به ویژه ایشون که به طور غیرقانونی ماها در بازداشت بودند و تازه این پروسه رو اون هم به این شکل شروع کردن باید رعایت بشه. در ادامه بیشتر بشنویم از جزئیات این دادگاه و از واکنش سخنگوی وزارت خارجه و سفیر ایران از همکارم مهران عباسیان از سالن دادگاه در استکهلم. امروز در واقع در روز ششم دادگاهی حمید نوری، اولش اختصاص داشت به ادامه صحبت‌های وکیل حمید نوری که از روز پنجم مونده بود. وکیل حمید نوری اشاره به این داشت که موکلش حمید نوری دادیار زندان گوهردشت نبوده و تنها کارمند زندان اوین بوده. در ادامه برای اولین بار در روز ششم یکی از شاکی‌ها آقای ایرج مستاقی صحبت کردند. دادستان از ایشون درباره دستگیریش پرسید. ایرج مستاقی اشاره داشت که سال 1360 دستگیر شده به جرم هواداری مجاهدین و 10 سال بهش حکم دادن. بعد سال 1365 برای مدت طولانی منتقل میشه به گوهردشت و از زندان گوهردشت گفت. از سال 1366 زمانی که مجاهدین در عراق ارتش تشکیل میدن، فشار بر روی زندانی‌ها در گوهردشت بیشتر میشه و هواخوری از اونها قطع میکنن و از تونلی گفت که با کابل و هر آنچه دست نگهبانا و پاسدارهای داخل زندان بوده این زندانیا رو میزدن و گفت اولین بار حمید نوری و جزو کسانی بوده که داخل اون تونل بوده و دستیار ناصریان بوده، دادیار زندان گوهردشت. در طی 6 روز محاکمه حمید نوری خارج از دادگاه سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی جمع میشن و خواستار محاکمه حمید نوری هستن و پشتیبانی میکنن از این دادگاه. امروز در مرکز شهر استکهلم مجاهدین تظاهراتی برگزار میکنن برای 33 سالگرد اعدام تابستان 67 و میخوان یاد اونو زنده نگه دارن. توضیحات همکارم مهران عباسیان از سالن دادگاه در شهر استکهلم رو میشنیدید. نحوه بررسی وزیر اقتصاد ایران در مجلس نشان می‌دهد مسئله فقر فزاینده در جامعه دغدغه نمایندگان نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین گزارش خود از پایش وضعیت فقر در ایران بر سخنان پیشین اقتصاددانان مبنی بر شدت یافتن میزان فقر و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های گذشته سهه گذاشت. بنابراین گزارش، یک سوم جمعیت ایران در پایان سال 1398 زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از مهدی سپهوند. وزارت رفاه با انتشار گزارشی از وضعیت فقر در ایران از زندگی بیش از 26 میلیون ایرانی معادل یک سوم جمعیت کشور در فقر مطلق در سال 98 خبر داد. بنابر این گزارش، متوسط خط فقر سرانه در سال 99 با جهش 38% طی یک سال به 1,254,000 تومان در ماه رسید و متوسط خط فقر برای خانوارهای 3 نفره 2,758,000 تومان برآورد شد. در رده‌بندی منطقه‌ای بالاترین خط فقر یک خانوار 3 نفره با بیش از 5 میلیون تومان در ماه به شهر تهران اختصاص یافت. میگه نه از دل و نه از جو علیکی زور حسین. این گزارش همچنین نشان می‌دهد میزان پوشش نیازهای خانوار با حداقل دستمزد رو به کاهش بوده و نسبت حداقل دستمزد به خط فقر در خانوارهای 3 نفره از 83% در سال 96 به 69% در سال 99 کاهش پیدا کرده است. این گزارش می‌افزاید تحت تأثیر مشکلات اقتصاد کلان همچون تورم بالا و رشد اقتصادی منفی، درآمد سرانه ایرانیان طی سال‌های 90 تا 98 33% کاهش یافته است. به علاوه روند قهقرایی رفاه برای گروه‌های پایین درآمدی و طبقات محروم شدیدتر بوده است. در این گزارش، استان سیستان و بلوچستان با نرخ 62% محروم‌ترین استان بوده و استان‌های خراسان شمالی با 46 و هرمزگان با 44% در رده‌های بعدی قرار گرفتند. مهدی سپهوند، لندن. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.